خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از حمله اهواز خواهیم گفت تا واکنش ها به سخنان ترامپ و روحانی در سازمان ملل. البته خبرهای خوب فوتبالی از تهران. و در ادامه برنامه چرا بی بی سی از واژه تروریسم استفاده نمی کند؟ سلام آقای بهنوت، هفته بسیار شلوغی بود. از حملات اهواز شروع شد، نشست سازمان ملل، پیروزی پرسپولیس. ببینید اتفاقا از هفته های شلوغ به اون معنی که تعدادش زیاد بشه نبود، یعنی دو تا حادثه مهم در هفته داشت، ولی اون دو تا کاملا پروپیمون بود. هم جریان حوادث تلخ اهواز و هم ماجرای سازمان ملل، که البته سازمان ملل تلخ نبود بلکه شیرین هم بود، یه جای شبیه استنداپ کمدی بود و خیلی‌ها تو دنیا از این زاویه بهش نزدیک شدن، به خصوص نشریات خود امریکایی و رسانه‌های امریکایی از این زاویه از کردن. و دیدم که بعضیاشون گفتن که وقتی که قرار شد که آقای ترامپ رئیس جلسه شورای امنیت بشه، انتظار یک برنامه تلویزیونی شاد داشتیم، ولی اونقدر هم شاد نبود. ایشون اتفاقا در اون مکان که قرار گرفت خیلی جدی بود، ولی در نطق اصلیش توی مجمع عمومی و بعدم در سال جوابش با مطبوعات منزه کافی سوژه داد به کارتونیستا و بقیه. هم در صد هم نطق آقای ترامپ هم آقای روحانی خیلی حاشیه های زیادی داشت. میخواین شروع کنیم با روزنامه سازندگی و اول هفته؟ یه شنبه است، بنابراین این روزیست که این خبر اتفاق افتاده، این شب قبلش اتفاق افتاد، به روزنامه روزی شنبه رسید. و سازندگی تقریبا همه روزنامه ها همین شکل رو گرفتن، جز اینکه سازندگی خب یک طرح کولاژی از حضرت روسنپوره که همه حوادث رو در با توجه به عکسی که بود، عکسایی که بوده در حوادث رو ساخته. من فکر کنم بیشتر خواسته تمرکزش رو بذاره روی اینکه غیر نظامی ها، شهروندان عادی، کودکان، زنان چقدر تحت تاثیر این حادثه قرار گرفتن. رد خون، میگه که رد خون است، در این حال ماجرای نمروز رو هم به یاد میاره. بله، فیلم ماجرای نمروز. بریم روزنامه بعدی رو ببینیم. کیهان، والا این دیگه واکنش کاملا سیاسی است. کیهان چون مجلس موضوع FATF رو دوباره مطرح کرد، علی رغم کیهان که نمیخواست که مطرح بکنه، برای این کیهان پرچمدار یک جنبشی بودش که معتقد بود که نباید این کار بکنن، خیانت است و فلان اینا، نمیشه گفت فقط مخالف بود، بلکه خب سخت هم گرفته بود به طرف مقابل و تهمت‌های خیلی تند هم میزد. این وسط یهو اینم منتظرش نبودیم که این دوتا حادثه رو به هم دیگه بچسبونه. خب گاهی یه مرتبه چیزایی رو به هم میچسبونه. آره، که خب بعضی وقتا تعجب برانگیزه. من فکر میکنم دلیلش این بوده که کیهان آماده شده بود که اون موضوع رو، یعنی موضوع FATF و مجلس رو تیتر بکنه، تیتر یک بکنه. بعد که حادثه اهواز اتفاق افتاد، بعد نمیتونست بگذره که از اهواز، بنابراین این دوتا رو سرهم کرد که بشه از توش یک چیز جدید دست اومد. یه بخشی از در واقع دوباره AFTF در مجلس تصویب شد، حالا احتمالاً دوباره باید بره شورای نگهبان. بله دیگه، به همین دلیلم اون میگه، اون توی مقالش تو همین گزارش که دارید میبینید، من خیلی با دقت خوندم ببینم چه جوری این دو تا موضوع رو میخواد به هم وصل کنه. این تصویب یک جریانی که مربوط پولشوییه با خیانت به خون شهدای اهواز چجوری میشه؟ استدلالش به طور خلاصه اینه، میگه اون کسایی که این قرارداد رو یا هرچی که هست اسمش رو پشتش هستن، یعنی کشور اروپایی، همون کسایی هستند که به تروریسم راه دادند. و الان مثلا مجاهدین رو میگه که مقرش در فرانسه هست و چه و چه، یعنی با این استدلاله میگه که این کشورها به خاطر اینکه به اونها جا دادن، گرچه میگن جا آزادی برای نیوی نداره، ولی در حقیقت این دوتا به همینجا مربوطه. روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه کائنات. کائنات اولین بار داریم
میریم سراغش. دفعه اول نیستش، دفعه دومه به نظرم میادش در مثلا 7-8 ماه اخیر. ببینید این عکس توی مطبوعات ایران اصولا مرده بود، یعنی واقعا این هنری که عکاسا به خرج میدن، الان به خصوص عکاسای خبرگزاری ها در داخل خیلی خوب دارن کار میکنن. تو همین جریان اهواز دیدید فوق‌العاده کار میکردن، عکس ها واقعا، و این عکس هایی که تازه بعدش در اومده، دیروز خود سازندگی یه عکسی گذاشته بود که کاملا نشون میدادش که عکاس کاملا چهره به چهره است با اون کسی که در مقابل اومده داره میزنه. مثلا یه عکسی هم منتشر شد از یک خانم عکاسی که با چادر روی زمین خوابیده بود و اون لحظه داشت عکس میگرفت. ولی یه سوالی، چرا این داستان 53 نفری که بیانیه دادن از مقامات آمریکایی و از ترامپ خواستن که به برجام برگرده، الان وسط این همه خبرها چی شده که این اگه بخوام خیلی حرفه‌ای نگاه کنیم، این فقط به درد این میخورده، این عکس و این تیتر 53 نفر فقط به درد این میخورده که آدم ساعت 7 رو دریا رو بزنه بره. یعنی دیگه منتظر خبر نمونه برای اینکه تا آخر شب بیدار بمونی و خبر تازه بیاد و اینا، نه، روزنامه رو بالاخره جمع کنیم بجوری. بریم روزنامه ایران رو ببینیم که پیام آقای روحانی در سازمان ملل رو از همه چی مهمتر ده و تمام سفر رو. روزنامه دولت اولا، البته روزنامه دیگه هم کماکان ترجمه، یعنی تیتر یکیشون این بود، شاید غیر از روزنامه جوان، پیام روحانی از سازمان ملل، چون که می‌بینید تمام صفحه اول خالی کرده. بله. و تیتر رو آورده این طرف وسط. کار خوبی می‌کنند، بعضی از نشریات معتبر دنیا هم برای اهمیت دادن. گفته من گفتگو رو از همینجا آغاز می‌کنم. هست. یعنی حالا اگه شما بخوای خیلی ایراد بگیرین، بین گفتگو و رای نیم فاصله می‌خواد نداره، ولی اون سطح بالا رو شما ممکنه که یه گورا بخونید. آقای بهنوز نیم فاصله میخواد دیگه، نیم فاصله که عیب نداره، که نداره. در صورت من فکر میکنم یکی از دلایلی که این کارو کرده که تمام سفر رو اختصاص داده به صحبت‌های آقای روحانی اینه که خیلی ها معتقد بودن که یکی از بهترین سخنرانی‌های رئیس جمهورهای ایران در سازمان ملل بود. اصولا رؤسای جمهور ایران یادم نمیاد که اینقدر سخنرانی فنی کرده باشن. تا شما یه ایراد دیگه پیدا نکردید. نه، این ایراد ما به روزنامه ایران گرفتیم، نه با آقای رئیس جمهور. بریم روزنامه اطلاعات رو هم ببینیم در آخر هفته. بله، اطلاعات که همون شکل و فرم همیشگی معلوف خودش رو نگه می‌داره، خواننده‌های خودش هم داره، پر از تیتر و خبر. حالا صفحه اولش همونطوری می‌بنده که همیشه می‌بسته. می‌بینید که شورای امنیت به جلسه محاکمه ترامپ تبدیل شد، تیتر اصلیش مکرون، تیتر دومشه، ملاقات با تریزا می هم داریم میبینیم که در این حال تیتر سومشه. این خونسردترین نوع برخورده با اون روز، با خبرهای اون روز. بقیه روزنامه ها مثلا مکرون رو خیلی توجهش نکردن، تریزا می هم بهش توجه نکردن، توجه اصلیشون رو بردن به اینکه رئیس جمهور فلان کشور اومد و از ایران خیلی دفاع کرد، بولیوی رو. ولی خب اینم روش تاکید کردن که در واقع توی جلسه شورای امنیت ترامپ بسیار تنها بود و به انزوا کشیده شد، برای اینکه خب همه مخالف خروج آمریکا از برجام بودن. بله، این حرف هم زده شده. یعنی اصولا نتیجه‌گیری که حتی روزنامه‌های خود آمریکا خیلی‌هاشون کردن و حتی روزنامه‌های بی‌طرف، حالا روزنامه‌ای که لیبرالن عرضه می‌کنم، اونها فرضشون بر این بوده که به هر حال در این مجادله، در این مجادله‌ای که در این کادر بسته اتفاق افتاد، آقای ترامپ برنده نبود. یه نکته دیگه هم قبل از اینکه بخوایم بریم بخش بعدی بگم که خانم می اشاره کردن به حفظ برجام در صحبتاشون، ولی از آقای روحانی هم خواستار آزادی نازنین زاغری هم شدن از ایشون، چیزی بود که توی روزنامه‌های بریتانیا خیلی بهش اشاره شد. برمیگردیم و مجله‌ها رو با هم دوباره دنبال می‌کنیم. اما بی بی سی فارسی تلاش کرد تا حملات مرگبار اهواز در روز شنبه رو به طور کامل و دقیق پوشش بده و همه جوانب آن رو تحلیل و بررسی کنه. اما بسیاری مخاطبان از اینکه بی بی سی این حملات رو حملات تروریستی نخواند انتقاد کردند. گفتگوی داشتم با دیوید جوردن، رئیس بخش سیاست‌گذاری و استاندارد خبری بی بی سی. ببینیم. دیوید جوردن، خوش آمدید به برنامه دیدبان. مخاطبان بی بی سی فارسی در روزهای گذشته انتقاداتی داشتند که چرا بی بی سی فارسی در مورد حملات اهواز از واژه حملات تروریستی استفاده نکرده.
میشه شما به ما توضیح بدید که چرا بی بی سی نه از واژه تروریست و نه از واژه حملات تروریستی استفاده نمی‌کنه در پوشش خبریش؟ بی بی سی برای توصیف سازمان‌هایی که مرتکب ترور اتک یا حملات وحشت افکنانه میشن از کلمه تروریسم استفاده میکنه، ولی از کلمه تروریست استفاده نمیکنه. دلیلش هم اینه که کلمه تروریست این روزها خیلی مورد استفاده قرار میگیره، ولی همیشه با این کلیشه مواجهی که تروریست من آزادی خواه شماست. به ویژه در بریتانیا در زمان نارامی های ایرلند شمالی لازم بود که بی بی سی بتونه بیطرفی خودش رو در دو طرف منازعه حفظ کنه، هم در اون منازعه و هم در درگیری‌های دیگری که در خاورمیانه رخ می‌داد. در این درگیری‌ها استفاده از واژه تروریست می‌تونست توهینی به یک طرف درگیری تلقی بشه. بنابراین ما به این تصمیم رسیدیم که کلاً از این واژه استفاده نکنیم، مگر اینکه نقل قول از یک مقام دولتی و یا سخنگوی رسمی باشه. بنابراین ما از کلمه تروریست برای توصیف ترور یا حملات ترور استفاده نمی‌کنیم. در مورد حملات تروریستی چطور؟ من استفاده از عبارت حمله تروریستی رو مجاز نمیدونم و همیشه سعی میکنم جلوی بکارگیری این کلمه رو بگیرم، برای اینکه اگر به اقدامی بگیم حمله تروریستی طبعاً داریم به عاملان اون حمله میگیم تروریست و با همون مشکلاتی که گفتم مواجه میشیم. بنابراین ترجیح میدم از عبارت ترور تک یا حمله وحشت افکنانه استفاده کنیم، چرا که این فقط گروهایی مثل داعش نیستن که متهم به ترور تک یا حملات وحشت افکنانه میشن، بلکه گاهی اوقات دولت ها هم بابت عملکردشون متهم به حمله وحشت افکنانه میشن. مثلا وقتی فلسطینی ها اسرائیل رو با این عنوان متهم میکنن. بنابراین ترور تک یا حمله وحشت افکنانه مثل کلمه تروریست توهین آمیز نیست و اگر کسی از کلمه تروریست استفاده کنه و من بفهمم، ازشون خواهم خواست عبارت رو اصلاح کنن. خب اگه بخوایم از گایدلاین یا همون کتاب راهنمای بی بی سی مثال بزنیم، در جای گفته که خبرنگاران نباید از حملات تروریستی یا تروریست استفاده کنن و در جای دیگه اومده که بی بی سی تلاش میکنه که اجتناب کنه از واژه تروریست. جواب شما در این مورد چیه؟ بله نباید استفاده کنیم. دستورالعمل روشنی است و باید سعی کنیم که چنین نکنیم. خیلی روشنه که نباید بکنیم و وقتی میگیم باید سعی کنه که نکنه، یعنی داریم تلاشمون رو میکنیم که این کار رو نکنیم و وقتی به صورت نقل قول نیست این عنوان رو به کار نبریم. این سیاستیه که من همیشه سعی میکنم اجرا کنم، هرچند گاهی اوقات به درستی اجرا نمیشه، ولی ما نهایت سعی خودمون رو میکنیم. مثالی میتونم بزنم؟ مخاطبان بی بی سی فارسی برای ما مثالهایی فرستادن یا اسکرین‌شات گرفتن توی توییتر و فضای مجازی گذاشتن که نشون میده بی بی سی انگلیسی یا بی بی سی نیوز در جاها و زمانهایی مثل حملات لندن، حملات پاریس یا منچستر از کلمه حملات تروریستی استفاده کرده. جواب شما به مخاطبان بی بی سی در این مورد چی هست؟ بله، شما میتونین مواردی رو پیدا کنین که همکاران از عبارت اشتباه استفاده کنن، ولی مانند همیشه سعی ما اینه که هیچ گروهی رو با عبارت تروریست توصیف نکنیم و فوق فوقش از یک اقدام به عنوان اقدام تروریستی استفاده کنیم که اونم اشتباهه، ولی گاهی پیش میاد. اون چه که همه مردم دنیا باید درک کنن اینه که بی بی سی یک خروجی عظیمی از مطالب رو به طور روزانه تولید میکنه. مثلا فقط در داخل بریتانیا برای هر ساعت در روز بین 55 تا 65 ساعت خروجی تولید میکنیم. این فقط در داخل بریتانیا است. حالا در نظر بگیرید با خروجی های سرویس جهانی که شامل 40 زبان خارجی از جمله بخش فارسی میشه، چقدر بر حجم این خروجی اضافه میشه. بنابراین گاهی اوقات در این حجم عظیم مطالب تولید شده افراد مرتکب اشتباه میشن و اگر این اشتباهات به اطلاع من برسه سعی میکنم جلوش رو بگیرم، مثل همین اسکرین شات هایی که شما بهش اشاره کردین و من پیگیری خواهم کرد. همه اینها به این معنا نیست که ما نباید چنین سیاستی رو داشته باشیم که الان داریم و نباید این سیاست ها رو اجرا کنیم. یکی دیگه از انتقادها به بی بی سی این بوده که هیچ وقت بی بی سی در مورد حملاتی که در خاورمیانه و کشورهای مثل ایران، سوریه، عراق، افغانستان انجام شده از واژه حملات تروریستی استفاده نمی‌کنه، در حالی که اگر همین حملات در اروپا یا آمریکا اتفاق بیفته استفاده میشه. آیا واقعا درسته این؟ من فکر نمی کنم همیشه با در همه مواقع حرف شما درست باشه، ولی فکر می کنم همونطور که رخدادی که هفته پیش در ایران پیش اومد نشون میده، وقتی حادثه‌ای در کشور خود آدم اتفاق می افته وسوسه استفاده از کلمه تروریست بیشتره.
بنابراین وقتی برای ما چنین رخدادی در پاریس و منچستر و لندن اتفاق میفته، این وسوسه در بین همکاران ما هم زیاده که از عبارت حملات تروریستی استفاده کنند. یک دلیلش هم اینه که گاهی اوقات مثلا خبرنگار هنری بی بی سی داره درباره حمله در سالن کنسرت منچستر گزارش میده و چون این خبرنگار تجربه‌ای در پوشش چنین حوادثی نداره از حملات تروریستی استفاده میکنه. بله، ولی کلن من احساس کردم وقتی حادثه‌ای در کشور خود خبرنگار اتفاق میفته، خبرنگار بیشتر تمایل به استفاده از کلمه حملات تروریستی داره. میتونید به ما بگید که قرار در آینده بی بی سی چطور جلوگیری کنه از این عدم انسجام و هماهنگی توی بخش ها و تمام سرویس های مختلف که یک دست باشه و اگه قرار استفاده نشه از چنین واژه هایی در کل استفاده نشه؟ کاری که ما برای اعمال وحدت رویه انجام میدیم اینه که به همه کارمندان آموزش لازم رو بر اساس دستورالعمل‌های بی بی سی بدیم، هم از طریق آموزش به همه کسایی که به استخدام بی بی سی در میان، همه که کسی مثل من که راه میافتم و نه تنها به مخاطبان بلکه به تیم‌های همکارمون سیاست ما رو توضیح میدم و پوشش دادن تمام این تیم‌های همکاران در بریتانیا و سراسر جهان طیف زیادی رو در بر میگیره و آدم‌های بسیار زیادی رو شامل میشه. این یک وظیفه بسیار سنگینه ولی کاریه که ما داریم روزانه انجام میدیم. ممنونم دیوید جوردن، رئیس بخش سیاست‌گذاری و استاندارد خبری بی بی سی. Thank you. های بهنود، برگزیده ها رو شروع کنیم با آیت ماندگار. آیت ماندگار هر دو هفته مرتبه منتشر میشه. مجله است، روزنامه است؟ نه، مجله است که فرم روزنامه‌ای داره در حقیقت. ببینید که این دفعه با وجودی که سیاسی اجتماعی هستش، ولی یه سوژه به نظرم خیلی هنرمندانه انتخاب کرد، چون هم روز صلح بود در هفته گذشته در وسط هفته، هم روز دفاع از چیز آزار حیوانات. بنابراین این سوژه رو مناسب دیده. البته وقتی که اون سرمقاله خانم کاظمیان رو میخونید متوجه میشیم دلیلش این که خانم کاظمیان که مدیر مسئول نشریه هستش، خودش طرفدار حقوق حیواناته. تیتر روی جلد هم هست که صلح را از بشقاب خود آغاز کن. بله. که اتهام منظورش اینه که این گوسفند و اون گاو و حیوانات رو خلاصه نکشین برای خوردن، اونم تو این خوشسالی که هست. یه گزارش برام کردن با آدمای مختلف، برام کردن گزارش خیلی خوبی هم هست که فشردهش همینه که تیتر میبینین. در حقیقت داره میگه که اون روز صلحی که همه دنبالش میگردیم وچیش مسئله محیط زیست هست، محیط زیست هم یه وچیش همین است که میگه. فقط چون اونو ما اشتباه گفتیم، روز جهانی صلح بوده و روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات. آره دیگه، من فکر کنم آزار حیوانات. بله. نه درست بود، یه کلامش اشتباه بود. بریم روزنامه برگزیده بعدی، اقتصادنامه. نامه اقتصاد، البته نامه اقتصاد نشریه جدیدی نیستش، گزارشی داره. گزارشش اینه که خطر بزرگی بیخ گوش نظام سیاسی است. خیلی شبیه روزنامه های اول انقلابه. و بعد ظهور نوچپ ها. آره، میگه که نوچپ های ظهور کردن و در حقیقت اومدن و یه توصیه هایی میکنن به اقتصاد و دیگران که اینا همون حرف های مارکسیست لنینیسم هست و این شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا هم از همین نگرش اومده. اتهاماتی وارد میکنه به چپ ها یا کسایی که او تقسیم بندیش میکنه جز چپ ها و هشدار میده که حکومت از جهت اونا در خطره. ولی یه سرمقاله سمت چپ داری میبینیم، بگین چی گفته بود؟ حمید آذرمند نوشته مکاتب در اقتصاد ایران، میگه که شرایط امروز اقتصاد کشور رو نمیتوان محصول غلبه هیچ یک از مکاتب و دیدگاه های اقتصادی بر سیاست گذاری دارست. خب این سرمقاله یه جوری نقض این تیتر روی جلد هست. حالا شاید هم از یه جای دیگه ای میخواد بهش نزدیک شه. میگه این خرابی که تو اقتصاد اتفاق افتاده، اومدن اینها یه جوری وانمود میکنن، میگن که این کار لیبرال های اقتصادی است، در حالی که میخواد بگه که اینطوری نیست. اتفاقا نفوذ همین چپ هاست که این اقتصاد ایران رو به این روزگار برده. نتیجه گیری که میکنه میگه که نباید فراموش کرد که تجربه چند دهه گذشته به روشنی ناکارایی اقتصاد دولتی. بله. و دخالت دولت ها در قیمت گذاری رو گواهی میده. با نگاهی به تجربیات چند دهه گذشته اقتصاد ایران، بعیده که هیچ عقل سلیمی حکم به بازگشت اقتصاد دولتی و توزیع رانت و نارکار بده. مجله ها نگاه نو رو
حالا آوردین حالا که یه نگاهی از اون طرف رو نگاه کنیم. دویستومین سال روز مارکس بود، بنابراین گذاشت محوری خودشو به این موضوع اختصاصه و الحق هم خیلی خوب پوشونده این ماجرا رو. مارکس و دین و اون ماجرا افیون توده ها علی امین نجفی نوشته. اینا همه نوشته های خوبی هستش. وقتی میخواید که حالا برسونید به ماجرا رو به ایران، اونجا یاشار دارالشفا مارکس در قبیله ما، قبیله ما در اینجا مقصود ایرانه، پس بنابراین میخواد بگه که مارکس چجوری اومد به ایران و برخورد ایرانی ها با مارکس چگونه بود. این گزارش خیلی خوبی است. شیرین هم نوشته دارالشفا، همزمان خبرهای خیلی خوبی هم توش میشنویم، از جمله این که فهمیدیم که در همین روزها جلد دوم کتاب آقای زید آبادی در اومده، منتشر میشه که امیدوارم که در روز سه‌شنبه رادیو دربارش مصاحبه مفصلی هم مجله صدا کرده بود با آقای زید آبادی. بله. خب میخواین بریم مجله سیاه مشق رو هم ببینیم؟ نشریه اهوازه، بنابراین چون هفته خوبی هم برای اهوازی ها نبوده، دست کم این بخشش هم ببینیم. ولی یه خبر دیگه خوبم هم همین انتشار سیامشق هستش که مثل شماره های قبلیش که بعضیش رو دیدیم، شماره 14 همش به نظرم اونجا از مجله ادبی هست. بله، شعر و داستان و بیشتر هم از خود کسایی که در اون حوالی زندگی میکنن دیگه. بریم معمار رو هم ببینیم. دو ماه نامه است معمار. معمار ناشر اندیشه و هنر معماری، ساخت و صنعت و شهرسازی است. چون که می‌بینید نشریه پروپیمونی است با عکس‌های رنگی، تصویر خوب اینا، اما از اونجایی که به قول شما بابتی قوری بزنیم، بنابراین اینو بگم یکی از چیزایی که به صورت حرفه‌ای برام مطرحه اینه که اگر که قرار بود در هر نشریه‌ای که در میمد هر چیزی که سردبیر می‌نوشت اسمشو میذاشت، همه نشریات پر از اسم سردبیر میشدن، چون سردبیر اصلا کارشون همین است که جای خالی رو پر کنه. به نظرم میرسه که بیرحمی شد به سردبیر روزنامه، یعنی آقای رضا امیررحیمی، که وقتی که از این اول شروع میکنیم چندین بار به عنوان مترجم و هم نویسنده سرمقاله اسمشون میاد و بعد همینطور به یکی از اعضا که خانم آزادایی زادی باشه به او هم، چون ایشون هم چیزی حدود مثلا 10 تا 15 تا ترجمه کرده، شاید کمبود نیرو دارن. آره، من تا در اینجور مواقع یادتون باشه استادای بابا ما یاد میدادن که دیگه یه مرتبه گذاشتین یا دو مرتبه گذاشتین دیگه بگذارین ازش. اما وقتی اینو گفتم در این حال بگم که شاید بشه گفت تنها گزارشی که خوندم گزارشی است بابک زیرک نوشته، یاسمن کاشپلق هم عکساشو گرفته. این راجع مسجد نصیرالملک شیرازه. این یکی از زیباترین مساجدی است که در کل ایران هست. دارید یه بخشش اینجا ببینید که در این متنم دیتیلش هم برای معمارای عزیز در آوردند و یک گوشه هایی داره فوق العاده است از ظرافت و اون اندازه عجیم که مسجدای اصفهان هستن نیست، ولی به درست انتخاب شده، کار خیلی خوبی است. اینم که دارید میبینید روی جلد در حقیقت یک مال متنی است که درباره معمارای بزرگ صحبت میشه و معمارای بزرگ که از این فرم ها استفاده میکنن در ساختشون. خب بریم سراغ آبادان نامه که شماره دومش هست و ما آبادان نامه رو شماره یک شاید دست دادیم. بله، فرهنگی سیاسی. به نظرم میرسه که ماهنامه جدی باشه. بله، این آبادان نامه، اصولا آبادان البته منطقه جدی کشور دیگه، بالاخره سالهای سال انگلیس ها اونجا بودن، مبارزه با انگلیس ها هم در همونجا بوده، اصولا منطقه و شهر هم از نظر به اصطلاح رابطه داشتن با انگلیس ها، اونجا باشگاه خودشون داشتن انگلیس ها، تقریبا همه داره. این چیزا هم توی این ماهنامه هست. از خیلی خوبه. آلودگی هوا. آره. از ریزگرد ها، از بی آبی، از شروعش تا داستان متفقین. آره. و همه رو آورده. حالا در این حال آقای میرزایی سردبیر زیر عنوان از گربه های آبادان چرا خبری نیست، یه سری عکس گوشته گربه هایی که لاغرن هستن بیچاره، میگه ولی اینو بهانه آوردم، میخواد راجع به کل وضعیت صحبت کنه و اینکه آبادان نوعی که تصور میرفت بعد از جنگ ساخته بشه اون ساخته نشد و بعدم چه حوادثی. اما اجازه بدین که اون چیزی که خودش هم تیتر کرده به اون یه توجهی بکنیم. یه مصاحبه کرده است با آقای هاشم آقاجزایی استاد دانشگاه
این مصاحبه نکته مهمش اونجاییست که به شهر آبادان میرسه. در زمان انقلاب آقای آجری تو آبادان بوده، با بچه های اون زمان مذهبی طبیعتاً فعالیت میکردن، فعالیت های ضد رژیم داشتن. میگه به ما وسط داشتیم کار میکردیم، اعلامیه درست میکردیم اینا برای ضد رژیم، دیگه نزدیک انقلاب بودیم، داشتیم کار میکردیم، خبر دادن که سینما رکس آتیش گرفته. ما فکر کردیم که این همون چیزیست که بچه ها ما میکردن، میرفتن سردرها رو آتیش میزدن، رستوران ها و اینجا رو به اصطلاح خشمشون نشون میدادن. بنابراین توجه نکردیم به کار رو بدونه کردیم، صبح بلند شدیم این همه آدم کشته شدن، بنابراین رفتیم توی ماجرا. بعد میگه اونجا که نزدیک شدیم به ماجرا، اولین چیزی که بر مغزمون حاکم شد این بود که رژیم کرده، این رژیم پادشاهی کرده برای اینکه ما رو بدنام کنه. ولی وقتی جلوتر میریم نه، متوجه میشیم که نه، کار یه گروه تندرویست که به خیال خودشون هم میخواستن کار انقلابی انجام بدن، بنابراین رژیم نیستش توی ماجرا و بنابراین رژیم شاه نبوده. آره، و کسی رو که دستگیر کردند، اون کس رو که باش صحبت کردن اون رو نقل میکنه و به خصوص که خانمی که خانم قنبرزاده بود به نظرم اسمشون، به نظرم که تصور میکنم حتما اینطوری شیرین قنبرزاده، یک خانمی بود که شاید بشه گفت تنها کسی یا یکی از تنها کسایی بود که از تو این جهنم زنده بیرون اومد و با اون هم که مصاحبه میکنن، همینطوره. غیر از این که اون کسی که متهم اصلی بود کلبلی زاده بود به نظرم اسمش، اون هم که بعداً معلوم شد. کارتون آخر رو هم ببینیم از عماد حاجی. در بین ده ها کارتونی که در این هفته خب سوژه بود دیگه، آقای ترامپ میخواست اون کار رو نکنه که کرد و طبیعتاً هم نشریات ایران هم نشریات دنیا ایشون رو در هفته گذشته سوژه نگه داشت، این هم از حاجی دیست، اشاره میکنه به اونجایی که به عنوان آزادی، به عنوان بخشی از آزادی گفت دیوار میکشی. بله، ممنون آقای بهنود و مثل همیشه ممنون از شما. تمام راه های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره تمام برنامه های بی بی سی فارسی رو برای ما بفرستید. راه های تماس رو همین الان دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbcshoma و یا به آدرس توییتر bbcdidban بفرستید. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود با شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده شب روزتون خوش.